دکتر گلناز رفائلیان هستم. به برنامه آشتی خوش آمدین. امروز برنامه اولین برنامه سال 2017 رو با نام خدا شروع میکنیم. اگه زندگی با تون یه ذره کجدار و مریض رفتار کرده تو این یک سال گذشته و همونطوری که صحبت کرده بودیم جلسات گذشته و اگه 2 به اضافه 1 به اضافه 6 رو جمع بکنیم به عدد 9 میرسیم که 9 عمل انجام دادن، پایان بخشیدن، اتمام رسیدنه و خیلی چیزا به نتیجه رسیده در سال 2016. ولی متاسفانه یه زمان خیلی سختی بود و خیلی ها رو از دست دادیم، خیلی ها فوت کردن، خیلی ها زندگیشون به انتها رسید. اگه الان که سال 2017ه و اگه اون عددا رو با هم جمع کنیم و به 1 برسیم، 1 علامت بی انتهاست، یعنی 1 از بالا میاد تا پایین، نه پایین محدودیتی داره و نه بالا. زمانی که همطوری که در گذشته هم صحبت کردیم، زمان کار، زمان گذشتن بذر توی زمینه و یه سری کاراست که ببخشید من اگه دوباره دارم چیزای تکراری میگم، ولی موضوع اینه که بینندگان ما خیلی ها جدید هستن و باید یه مقدار با طرز فکر من و طرز کار من آشنا بشن و چیزایی که گفتم و یه گاهی اوقات باید دوباره یه تکراری بکنم. ازتون پوزش میخوام اگر مطالب یه گاهی اوقات تکراریه. خب 2017 زمان خیلی خوبیه برای بذر گذاشتن توی زمین، زمانیه که باید خیلی سخت کار کنین، زمانیه که اگر خدایی نکرده با ناراحتی و پرابلمی از سال گذشته به این سال اومدین، زمان اینه که به خودتون برسین. اگر شما کسی هستین که خدایی نکرده کسی از دست دادین در سال 2016، البته خب درسته که زمان میبره و زمان همیشه حلال همه مشکلاته، ولی خیلی موقعها خیلی بهتره که اگه با یه تراپیستی که حالا اگه تراپیستی دارین سراغ، اگه با کسی کار میکنین که در زمان امرجنسی واقعا به دادتون برسه و به کمکتون بیاد. و درسته که زمان حلال مشکلاته و خیلی چیزا در اثر زمان بهتر و بهتر میشه، ولی اثرات بعدش ممکنه تا سالها ادامه پیدا کنه. حالا یه ذره راجع به این dealing with loss صحبت میکنیم. dealing with loss به معنی اینه که یک کسی رو که واقعا دوست داشتین و براتون اهمیت داشته توی زندگیتون شما از دست دادین. حالا میتونه اون حالت طلاق باشه، میتونه دیورس یا طلاق باشه، میتونه یه ریلیشنشیپ یا یه رابطه احساسی عاطفی عاشقی باشه که به ازدواج هم نرسیده ولی متاسفانه به پایان رسیده. و گاهی اوقات یه زمانی میاد که حتی بچه ها به کالج میرن یا به دانشگاه میرن، یا یه زمانیه که بچه ها میخوان تشکیل خانواده بدن و یه زوجی رو پیدا میکنن و دوست دارن که به هر حال این به تو میگن شطوریه که در خونه همه میشینه. زمانی میرسه که بچه ها باید از خونه برن بیرون و این خیلی فشار سختی میتونه روی پدر مادر و خواهر برادرهای دیگه داشته باشه. حالا اگه شما یه هیپنوتراپیست خوب سراغ دارین، البته همه خوبن، ولی باید بهتون کلیک بکنه، یعنی اون روانشناسی که شما پیدا میکنین و باش از رازهای درون دلتون صحبت میکنین، باید واقعا کسی باشه که باهاتون کلیک بکنه و باید شما به قابلیت‌های اون واقعا آگاه باشی. وقتی که من هیپنوتراپیست شده بودم، به طور خیلی تصادفی که خیلی چیزا هم همیشه تصادف نیست، واقعا it meant to be، باید انجام بشه،
خیلی تصادفی من به این دانشگاهی که برای متافیزیک رفتم آشنا شدم و اونجا یاد گرفتم راجع به استرولوژی یا ستاره شناسی، نومرولوژی یا عدد شناسی. و بعدها وقتی که کار خودم رو گسترش دادم با متافیزیک، دیدم که چقدر بهتر میتونم تمام کلاینتامو بیشتر کمک کنم به خاطر اینکه اون چیزها رو راجبشون میدونم. یعنی اگه شما به من تاریخ تولدتون رو بدین، اون شمارهی که به من میدین، اون شمارهی که در میاد از جمع اون عددهای تاریخ تولدتون خیلی چیزا به من نشون میده. همینطور ستاره شناسی، اون تاریخی که به دنیا آمدین، حالا چه ماهیه، فروردینه، اردیبهشته، هر کدوم یه خصایص مثبت و منفی داره و این خصایص مثبت و منفی خیلی خوبه که اون تراپیست شما بدونه این چیزا رو و شما رو اونطور زودتر میتونه کمک کنه. مثلا کسایی هستن که متولد ماه خرداد، نه تیر و مرداد هستن و ساینشون اینها لیو هست، یا به عنوان ما به عنوان سلطان جنگل اینا رو میشناسیم، حالت یه شیر رو دارن. اینها هم انرژی درونیشون آتیشه و هم انرژی بیرونیشون آتیشه و همچون اشخاصی خیلی سخت باهاشون کار کردن و خیلی مشکله که چنج بشن، تغییر پیدا کنن. یعنی یه ایشو یا یه مسئلهی که تو زندگیشون به وجود میاد، همچون اشخاصی خیلی براشون سخته که تغییر کنن و دوست ندارن تغییر رو. و اون تراپیست باید از تمام این نکته ریزهای کوچیک، خصایص مثبت طرف رو بدونه، خصایص منفی رو بدونه و بدونه چطوری با زبان اون شخص صحبت کنه. اون وقته که تراپی شروع میشه و تراپی زمانش کمتره. سمیرا جون چیزی خواستین بگی؟ تلفن داریم؟ ببخشین، به تلفن ها جواب میدیم. بفرمایید، روی خط هستین. الو، سلام عزیزم. سلام عزیز، حال شما، حالتون خوبه؟ عزیزم میتونم اسم و تاریخ تولد بدم؟ بفرمایید. اسم مینا. بله. تاریخ تولد 9-14-41. خانم مینا از کجا زنگ میزنین؟ بیولی هیلز. مرسی عزیزم، من در آخر برنامه خدمتون جواب میدم. مرسی از تلفنتون. خب خانم مینا از بیولی هیلز، چشم، در آخر برنامه بعد از اینکه یه میوزیک ویدیو تماشا کردیم محاسبه میکنم و خدمتون تا آخر برنامه شمارتون رو میگم. خب داشتیم راجع به ستاره شناسی صحبت میکردیم و راجع به لیو که سلطان جنگله و شیر، همچون اشخاص خیلی سخته براشون عوض شدن و یه تراپیست واقعا مجرب میخواد که با اینا بتونه چطوری کار کنه. دیگه از کسانی که سخت هستن برای تراپی، اکوارس یا کسایی که متولد بهمن ماه هستن یا فوریه. کسایی که متولد فوریه هستن کسانی هستن که خیلی خیلی باهوشن و از یه آیکیو خیلی بالایی برخوردار هستن. حالا وقتی که میگم اکوارس ها خیلی باهوش هستن، شما یه چیز رو باید در نظر بگیرین. ستاره شناسی خیلی زیر و بم داره، خیلی نکات کوچیک داره که باید بهش توجه کنیم. چیزی که راجع به استرولوژی باید بهتون به خدمتون بگم اینه که مثلا من که جنیوری به دنیا اومدم یا ماه ژانویه، 30% از ساین قبل میگیرم، 30% از ساین بعد میگیرم و 70% خودم هستم. حالا
چیز دیگه که باید بهش توجه کنیم اینه که مون ساینمون چیه، یعنی ریاکشن سپاتمون کجاست، تو چه ماهی بوده که به تشکیل شده، یا اینکه موقعی که به دنیا من اومدم چه زمانی بوده، خورشید در چه نقطه‌ای قرار گرفته. ببخشید یه شماره دیگه رو جواب میدیم. سلام، بفهمید، بفرمایید، روی خط هستیم. سلام خانم دکتر، عصرتون بخیر. سلام عزیزم، خواستم ازتون یه سوال دارم اگه امکان داره. راجع به کسایی که ناخون میخورن، براشون چه کار میتونین بکنین؟ آیا اینا معالجه میشن؟ باشه عزیزم، جواب میدم. خیلی ممنون از تلفنتون. شما از کجا زنگ میزنین؟ من از بیولی هیلز زنگ میزنم. اسم جناب عالی؟ هیلدا. اوکی عزیزم، هیلدا خانم، برای ناخون جویدن بهتون جواب میدم. مرسی عزیزم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. بابا. خب این تلفن ها که میشه من رشته حرف زدن بریده میشه، ولی خب سعی میکنم دوباره برگردم به افکاری که راجع بهش داشتیم با هم صحبت میکردیم. خب پس راجع به ستاره شناسی براتون گفتم که چطوری این چیزها مثل مون یا سان رایز میتونه در زندگی ما اثر داشته باشه. حالا خیلی ها فقط به این مهم توجه میکنن که مثلا ما متولد جنیوری هستیم و چیزهای دیگر توجه نمی کنن. اون دوتا قسمتی که براتون توضیح دادم که سانرایزشون و مون ساینشون چی هست و توجه نمی کنن و میگن اصلا این نومرالوجی یا استرالوجی اصلا اینا ببخشین یه چیز بی خودیه و برای اینکه در مورد ما صدق نمی کنه. ولی وقتی که من خودم راجع به تاریخ تولد خودم که مثلا همیشه فکر میکردم خب من جنیوری به دنیا اومدم و تاریخ تولدم اینه، و بعد من وقتی که نگاه کردم به دوست خوبم خانم فریبا مصریانی، کمکم کردن برای دیدن چارت من، دیدم که من مثلا مون ساینم ریاکشن سیستمم توی جونه، که اصلا یه طرز فکر دیگه، یه طرز اصلا عمل دیگه و خیلی فرق میکنه با اون چیزی که من فکر میکردم که من همیشه خب جنیوریم، من متولد جنیوریم، خب من کپریکورنم. پس اون چیزا خیلی در روابط ما، افکار ما، اعمال ما خیلی اثر میکنه. خب پس هیپنوتراپیست خوب چیه؟ کیه؟ هیپنوتراپیست خوب کسیه که اولا به شما کلیک کنه و شما بتونین که رازهای درونی خودتونو باهاش سهیم بشین. کسی باید باشه که واقعا مطمئن باشین که این چیزهایی که دارین شیر میکنین، دارین سهیم میشین، رازای دلتون رو میگین، تو همون اتاق بمونه و از اون اتاق بیرون نره. خیلی مهمه. من به همه دوستان عزیز که مراجعه میکنن به من گوشزد میکنم که مطمئن باشین، که چون همه تو لس آنجلس همدیگر رو میشناسیم و خیلی ها ممکنه به همین علت خوششون نیاد که مثلا یه آشنا بیان تراپیستشون بشه. البته بهتون بگم دوستای نزدیک و من هیچ وقت نمیتونم تریت کنم، یا فامیلو هیچ وقت نمیتونم تریت کنم، ولی دوستای دور چرا؟ و مطمئن حتما باشین که اگر به آفیس من مراجعه میکنین تمام راز شما پیش من میمونه و جای دیگه هیچ وقت نمیره، خدایی نکرده. از چیزهای دیگه بگم که تراپیستا خیلی موقع به نظر من و تراپیست خوب اونیه که همیشه به شما جواب بده. حالا ممکنه ویکند باشه، ممکنه شب باشه، ممکنه صبح روز، صبح خیلی زود باشه. چون که ببینین
چرا ما فقط فکر میکنیم که اگر یه چیزی از لحاظ فیزیکلی قلبمون ناراحت شد یا اگه ششمون ناراحت شد امرجنسیه و باید به امرجنسی رجوع کنیم؟ چرا فکر نمی کنیم که شاید این دردا که اگه بهشون نرسیم، دوباره یه تلفن دیگه داریم ولی اجازه بدین من این تموم بشه، چرا فکر نمی کنیم اگه به اون دردا زودتر برسیم چقدر زمان تراپی کمتر میشه؟ با اجازتون یه خط میگیریم. سلام عزیزم، روی خط هستین، بفرمایید. الو، سلام. سلام عزیزم، من شهین هستم. خواستم ازتون خواهش کنم اگه میشه راجب فوبیا حرفم صحبت بکنیم، من دارم گوش میدم. من کلاینت شما. او بله، سلام عزیزم، حتما برای فیر اند فوبیا چشم خدمتون صحبت میکنم. ممنون، مرسی عزیزم. بابای عزیزم، اوکی، خیلی ممنون از اینکه جرأت کردین و با اینکه کلاینت من هستین زنگ زدین. خیلی ممنونم از تلفنتون. خانم گلی هستن که یه چند جلسه یه من باشون کار میکنم برای ترس ها و وحشت ها و چشم. در آخر برنامه حتما راجع به ترس و وحشت حتما براتون کمی صحبت میکنم. حالا داشتیم راجع به اینی که زمانایی که یه موقعی هست که مثلا من میرم بیرون با دوستام یا با دخترم یا با پسرم یا هرکی و همیشه تلفنم بازه. من دوتا تلفن دارم، یکی برای کار یکی برای چیز شخصی، و مثلا حتی تو سینما هم که هستم تلفنامو میبینم، برای اینکه همیشه به کلاینتام گفتم همیشه و در هر زمانی اگر یک موقعی میرسه که شما فکر میکنین که مثلا خیلی انگزایتی دارن، تپش قلب دارن، ناراحتی دارن، یا اینکه خدای نکرده دیپرشنشون یه جوریه که دیگه خیلی خیلی حالشون بده یا هر چیزی، به هر صورت، چرا ما فکر میکنیم که ما باید فقط دکتر طب باشیم که به این کلاینت ها جواب بدیم؟ چرا واقعا اون تراپیست اگه واقعا دلسوز باشه و اگه بخواد شما رو کمک بکنه باید در همه زمانی بتونه جوابگو باشه؟ و همیشه من تلفنم بازه، همیشه شما میتونین به من تکست کنین یا میتونین با من اگه هر امرجنسی یا هر کانسرنی هر چیزی خواستین میتونین بپرسین یا زنگ بزنین. خیلی موقعا من برای انرژی درمانی به خونه ها میرم یا به بیمارستان ها و خیلی میبینم که واقعا چقدر حالشون خوب میشه و خیلی خوشحالم از این بابت که من میتونم نه به عنوان یه مدیکال داکتر ولی به عنوان یه کسی که شاید یه گوشه یه ذره هم بتونم حالشون رو بهتر کنم، واقعا خیلی خوشحال میشم. خب راجع به چیزی که میخوام امروز براتون صحبت کنم، راجع به طلاقه یا راجع به از دست دادن کسیه که در زندگی شما وجود داشته. حالا میتونه سیبلینگ باشه، میتونه خواهر برادر باشه، خدای نکرده پدر مادر، شوهر یا زن، یا ایشالا خدا نکنه برای هیچ کس، یا فرزند. زمانیه که خیلی آدم دلش میشکنه، واقعا قلبش به درد میاد و میبینه که عزیزش متاسفانه فوت کرده و نمیتونه کاری بکنه و اون نتونستن کار که نمیتونن هیچ کاری راجع به اون شخص عزیزشون انجام بدن، اینه که به یه سری کارهایی که ناسالمه اینا گرویده میشن. حالا برای خیلی ها سیگاره، برای خیلی ها مثلا غذا رو به عنوان یه حالت آرامش بخش میدونن و متاسفانه به سراغ غذا میرن، یا اینکه دیپرشن میگیرن، انگزایتی میگیرن، حالت های وسواس ممکنه به بعضیا رخ بده و خیلی خیلی دردای دیگه، دردای فیزیکلی، دردای حتی ایموشنالی خیلی میتونه اثر بذاره.
حالا نظر من اینه که وقتی که همچون چیزی پیش اومد باید خیلی زود به اون برسیم، یعنی نذارین مثل همین دردهای فیزیکی که اگه دست درد دارین، پا درد دارین، قلب درد دارین، باید برین زودتر بهش برسین که ببینین خدای نکرده چیز بدی نباشه، یا اینکه زودتر اگه بهش برسین زمان تراپی کمتر میشه. به همون منوالم دردهای ایموشنالی یا احساسی اگه به زودتر بهش برسین زودتر بهتون جواب میده توی تراپی. مثلا کسی که از بچگی ترس داشته و الان مثلا حدود مثلا 60 یا 70 سالشونه، این ترس ها اگه تو کوچیکی مثلا یه کاری راجبش میکردن، یا تو نوجوانی اگر یه کاری راجبش میکردن، یا حتی تو جوانی اگر یه کاری میکردن، خیلی زودتر به نتیجه میرسیدیم تا اینکه متاسفانه در زمان یه ذره مثلا بزرگتر یا اوتر شدن که به فکر تراپی افتادن. همیشه 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 تراپی کار میکنه، فقط اینه که اگر زودتر بهش برسیم خیلی زودتر به نتیجه میرسیم و خیلی راحتتر به نتیجه میرسیم. حالا راجع به این اشخاصی که یه نفر از دست دادن، حالا اون یه نفرم میتونه حتی توی طلاق باشه، طلاقی که حتی من فکر کنم گاهی اوقات مرگ از طلاق آسون تر باشه، برای اینکه مرگ یه طوریه که میگذره یه دفعه تموم میشه میره، ولی طلاق متاسفانه ادامه داره و اگه ندونین شما چطوری با این دیل بکنین بالاخره یه جایی شما رو به بنبست میکشونه. پس اگه شخصی هستین که در سال 2016 که 9 میشه و ازدواجتون به پایان رسیده همطوری که توضیح دادم، یا اینکه به هر حال یک نفر از زندگی شما خارج شده به حالا به هر صورتی که هست، خیلی زودتر به نتیجه میرسین اگه یک دفعه یه تراپی رو شروع کنین و یه تراپی که تا 6 جلسه با هیپنوتراپی کارسازه، نه بیشتر نه کمتر، و خیلی خیلی بهتر کار میکنه. این کار حتما برای خودتون انقدر ارزش قائل باشین که برای خودتون این کار رو انجام بدین. هیپنوسیس یه کاریه که چون ما میریم توی سابکانشس مایند و ضمیر ناآگاه رو عوض میکنیم، خیلی 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 زودتر اثر میکنه و خیلی حالتون زودتر بهتر میشه. دیگه از کارهایی که من انجام میدم برای توی هیپنوتراپی، اون اشخاصیه که حالا به خاطر اینکه تشکیل خانواده دادن بچه هاشون، پسر یا دخترشون، و پدر مادرای دچار یه شوکی میشن، یا بچه هاشون مثلا به کالج میرن یا به دانشگاه میرن و این خونه رو خالی احساس میکنن و اون حالت مولد بودن، توانا بودن و مخصوصا مادرها از دست میرن. این نکته خیلی مهمیه، لطفا به این گوش کنین. هیچ کس غرضی نداره، خیلی قربانی قربانیان هستیم و شاید در کانشس لول یا همون ضمیر آگاه نخواهیم کسی رو اذیت کنیم یا ناراحت کنیم یا قصه دارش کنیم، ولی در ساب کانشس مان یا ضمیر ناآگاه ما میتونیم دچار یه سری رفتارهایی باشیم که خیلی توهین‌آمیزه.